سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه 5 دلو 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 جنوری سال 2021 میلادی. سرخط مهمترین خبرها: کشته و زخمی شدن 3 تن از اثر انفجار ماین چسبکی بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی، افزایش خشونت‌های طالبان مانع جدی در برابر صلح، نگرانی‌ها از فرار خبرنگاران به بیرون از کشور در پی افزایش خشونت‌ها، خوشبینی وزارت صنعت و تجارت از فعالیت 300 کارخانه تولیدی در سال روان، و نجات دادن 11 معدنکار چینی پس از 2 هفته از سوی نیروهای امداد رسان. من محمد ایوب نسیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در انفجار ماین مغناطیسی در حوزه 8 امنیتی شهر کابل که موتر حامل کارمندان بانک مرکزی را هدف قرار داد، 3 تن کشته و زخمی شدند. آگاهان نظامی میگویند از ماین هایی که در این اواخر در رویدادهای هراس افگنانه استفاده می شود، بیشتر آنها در بیرون از کشور ساخته می شوند و در اختیار هراس افگنان قرار می گیرند. احمد نوید کاوش گزارش می دهد. پایتخت نشینان با انفجارهای صبحگاهی خو گرفتند، چنانچه شهر کابل بامداد امروز نیز گواه انفجاری بود. این آخرین قدمی است که با این کفش برداشته شده، اما حالا پر از خون است و صاحبش نیست مانند این کفش در خون غلطیده است. بامداد امروز موتر حامل کارمندان بانک مرکزی در ساحه شاشهید در مربوطات حوزه 8 امنیتی کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه آن عبدالله دورانی، رئیس کمیسیون حل منازعات مالی این بانک، همراه با رانندهش زخم برداشتند و یک نگهبانش در این رویداد جان باخت. وقتی که ما دیدیم که موتر انفجار کرد، در داخل دوکان کارتن میوه در دست ما بود، کارتن میوه دست ما افتید، خود ما پرود کردیم. یک لادو در قباد دیدیم که موتر دمی سایه استاد است، دود و سنگ و خاک و باروت و گپ و سخن در محل تیت و پاشان است. پیش رفتیم دیدیم که همیش دمی سیت پشتر یک نفر مشتفه سرش معلوم میشه. وقتی که دست پیش کردیم گفتیم زنده است یا فوت شدی، دست خود بالا کرد. اما که کردیم دروازه را واز کردیم، این شخص از با پای خود در دستش گرفتیم، از موتر بیرون شد، آمد دمی قصابی در آمد. دلتا نزدی و سیگم از سهر اتباجی چرا پاسیدم، انو دلتا درز و شلو، درز سر چرا وطم بار، نو موتر کی چکم ده دری کسان دننا یو ملو دو زخمینو. محمد انیس که کارمند شهرداری است و پس از هر انفجار محل رویداد را پاکاری می کند، می گوید وضعیت امنیتی پایتخت او را خسته کرده و از طرف های درگیر جنگ می خواهد که خشونت ها را توقف دهند. بسیار زیاد خسته شدیم، بسیار خسته شدیم. دیگه توانایی بر ما نمانده، توانایی نداره برادر. ما توانایی زیرتگاه نداریم که فامیلی به یالت باشیم. حالی بیچاره زنانتار بیچاره چی کنم؟ من خیلی چی کنم؟ تو چی کنی؟ او چی کنی؟ چی چاره داریم؟ غیر الله خدا و رحم خدا. هر روز این فجار دی غمونه دی دوم را پتنگی و چه من خدا تصور کرد چه خدا پد ملک تا امن را ولی دی افغانان من سکه اتفاق و اتحاد را ولی. آگاهان نظامی میگویند از ماین های مغناطیسی که در این اواخر در رویدادهای هراس افغانانه استفاده می شود، بیشتر آنها در بیرون از کشور ساخته شده و در اختیار هراس افغانان قرار می گیرد. یک مواد بسیار پیشرفته است که به کار برده میشه و هم قابلیت آتش دارند و هم قابلیت انفجار بالا را داره و این مواد و این آلات متاسفانه که از به دسترس کشورها قرار داشته می داشته باشند، نه به دست گروه ها، از طریق از اونها تمویل میشن، از طریق از اونها آماده میشن و به دسترس گروه های تروریستی قرار میگیرند. این دومین بار است که کارمندان بانک مرکزی هدف ماین مغناطیسی قرار میگیرند. پیش از این موتر حامل کارمندان بانک مرکزی در حوزه 9 امنیتی شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در آن رویداد 3 تن مشمول یماسیاوش گرداننده پیشین تلویزیون طلوع جان باختند، رویدادی که چرایی و چگونگی آن تا کنون روشن نشده است.
رئیس جمهور غنی میگوید قوای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگ را نباختند و ایالات متحده آمریکا شریک دولت افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی کشور است. همزمان با این وزارت امور خارجه کشور در آگهی نامه نگاشته است که طالبان با افزایش بی پیشینه خشونت ها موانع تازه در برابر صلح ایجاد کردند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید در 24 ساعت پسین طالبان بر 20 ولایت کشور و بر نظامیان افغان حمله کردند. ادامه نبردها در بخش های گوناگون افغانستان. وزارت دفاع ملی میگوید در 24 ساعت پسین طالبان بر 20 ولایت کشور حمله کردند. گروه طالبان در 24 ساعت گذشته در نزدیک به 20 ولایت کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان حملات خود را انجام دادند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان هم در حالت دفاعی فعال این حملات طالبان را دفع کرده. رسانه ها گزارش دادند که در فاریاب چند نظامی افغان از اثر انفجار ماین جان باختند و در بلخ از اثر حمله های طالبان چندین سرباز زخم برداشتند. ولایت های قندوز، اروزگان، بغلان، میدان وردگ و بخش های دیگر کشور نیز گواه درگیری ها بوده است. طالبان نو ما دیر یو څه پختنه وکړای او څونه پرونه می ولید مالی داتای سګه په امریکانو باندې داز نه کوي ملی اردو خو مسلمانان دي ملی اردو ولی تاسو هغه کوي. در همین حال رئیس جمهور غنی در دیدار با شورای علمای اهل تشیع در پایتخت گفته است که نیروهای امنیتی کشور جنگ را نباختند و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان پا بر جاست. رئیس جمهوری کشور با نخست وزیر ناروی نیز درباره روند صلح بحث کرده و نخست وزیر آن کشور از افزایش جنگ‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار آتش‌بس فوری شده است. وزارت خارجه کشور نیز در آگهی نامه نگاشته است که طالبان با افزایش بی پیشینه خشونت ها موانع تازه ای را در برابر صلح ایجاد کردند. این نهاد از پاکستان خواسته است که طالبان را به انجام آتش بس تشویق نماید. پاکستان په افغانستان کې د سولې او امن دراوستو غرضی نه دی. همدا علت دی چې د طالبانو د خشونتونو د مرګ او بیر نه یوازې مخه نه نیسي بلکې لا الله هدایات ورته کوي. در قطر گفتگوها در مورد پیدا کردن راه حل از بحر پایان جنگ ادامه دارد. پیش از این طالبان گفتند که به توافقنامه قطر متعهد هستند و میخواهند به جنگ افغانستان از راه مذاکره پایان داده شود. نیروهای امنیتی از آمادگی طالبان برای حمله در بهار سال آینده خبر میدهند. مشاور شورای امنیتی ملی افغانستان میگوید طالبان هیچ اراده‌ای برای تأمین صلح ندارند و با بهانه‌جویی ها تلاش میکنند تا وقت را زای سازند. در سوی هم رئیس ستاد ارتش افغانستان میگوید که عملکرد طالبان یک پروژه استخباراتی بوده و هیچ برنامه‌ای برای بهبود زندگی مردم افغانستان ندارد. رئیس عمومی امنیت ملی نیز میگوید با ایجاد قطعه خاص جدید در بهار سال پیش رو حمله های طالبان را شکست خواهند داد. ذبیح الله دوراندیش گزارش می‌دهد. آمادگی نیروهای امنیتی برای رویارویی با طالبان در بهار سال آینده. در این روزها بالهای سکوت بر فضای گفتگوهای صلح در دوحه سایه افکنده است، اما در کابل آمادگی برای یک رویارویی سنگین با طالبان گرفته می شود. اکنون حکومت افغانستان برای دفع حمله های طالبان قطعه ویژه عملیاتی را ایجاد کرده تا در برابر آنان برسمند. وزیر امور داخله میگوید اطلاعات استخباراتی آنان نشان میدهد که طالبان آمادگی جنگ را در بهار سال آینده گرفتند. تمام معلومات های استخباراتی اشاره به چنین نیتشان میکنند. نیروهای دفاعی و امنیتی آماده دفاع از این سرزمین و جواب به تمام حملات مزدورانهشان میباشند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان هیچ علاقه به صلح ندارند و با بهانه جویی ها در تلاش ضایع کردن وقتند تا دست به حمله بزنند. د مذاکره نورسته چیز مونږ تیم راغله د خپل خلکو سره د مشورو د پاره افغانستان ته دوی ثابت کړه چې دوی کور دوی باداران چیرته دي لاړل خپل باداران سره خبرو ته.
رئیس ستاد ارتش طالبان را پروژه استخباراتی پاکستان دانسته و باورمند است که طالبان اراده به کاهش خشونت ها ندارند. آیا کدام طالب رهبر خود دیده؟ همی شوراهایی را که نام ماندن نامای اصلی همی ملاها را میفهمند. پس معلوم میشه که اینا یک پروژه استخباراتی است، عمل کردشان هم عمل کرد استخباراتی است، بحثایشان هم بحثای استخباراتی است. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید حکومت و نیروهای امنیتی متحد به مذاکره و صلح هستند و در صورت این گروه سر را نپذیرند آماده جنگ خواهند بود. طی همین سالهایی که ما آواز صلح بلند کردیم، کسی که مخالفت کرده در مقابل صلح طالبا بودند و هیچ وقت به این مسئله لبیک نگفتند. 16 روز از دور دوم گفتگوهای صلح در قطر میگذرد. تنها جز سه نشست رسمی برای توحید آجندا، نشست دیگری برای پیشرفت این روند برگزار نشده است. در قطر هیچ گپی نیست. طالبان منتظر ازی هستند که پالیسی حکومت نو آقای بایدن چی خواهد باشه و بعد از او باز صحبت ها به احتمال قوی که شروع خواهد شد. طالبان تا هنوز در برابر این گفته های ارشدترین مقام های امنیتی حکومت افغانستان چیزی نگفتند. با این همه در حال ارشدترین مسئولان امنیتی از آمادگیشان در برابر حمله های طالبان در سال پیش رو خبر میدن که دیروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته بود میزان خشونت ها به گونه غیر قابل قبولی از سوی طالبان ادامه داشته، اما با آن هم وی از مذاکرات صلح دوحه مایوس نیست. کمیسیون حقوق بشر هشدار می‌دهد که نباید حقوق قربانیان جنگ در روند مذاکرات صلح میان افغانان به فراموشی سپرده شود. از سوی هم این نهاد حقوق بشری می‌گوید که در سال 2020 میلادی هر روز به گونه تقریبی 8 فرد ملکی در نبردها جانهایشان را از دست دادند. گفتگوهای صلح در دوحه تنها راهی امید برای پایان نبردها در کشور. گروه افغانستان مرفه نشستی را برای معرفی سفیران صلح افغانستان با حضور شمار از سفیران کشورهای بیرونی و اعضای مجلس نمایندگان راه اندازی کرده است. نشستی که 11 تن را مشمول زهرا نادری و اقبال صافی عضو مجلس نمایندگان به حیث سفیران صلح کشور معرفی کردند. هر روز در هر خانه در افغانستان ماتم است. کسی نان نداره، کسی آو نداره، کسی بچه خود را دختر خدا ما را در داده است. ما را شفا می بخشد. او ما را زخمی کرد و هم زخمی ما را درمان می کند. پس از روز دوباره ما را زنده می سازد و در روز سیوم بر می سازند و آنگاه در حضور او خداوند زندگی می کند. در این حال که میسون حقوق بشر از ادامه نبردها در کشور نگران است و تاکید میکند که نباید حقوق قربانیان جنگ در روند مذاکرات و صلح به فراموشی سپرده شود. در اتون که در جنگ در ولار دو او در پیداکی دو زمینه لمنزلار شی، عدالت تأمین شی، در قربانیان و غختنی در دوی ستونزی او در دوی مشکلات و تا پامو شی او بالاخره یو هوسا طولنه ولرو. گروه افغانستان مرفه از 10 سال به این سو در بخشای بهداشتی، آموزش و پرورش کودکان، کارآفرینی و ظرفیت سازی برای جوانان در کشور فعالیت میکند. نای یا نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان فرار خبرنگاران از کشور را نگران کننده دانسته و تاکید میورزد ادامه این وضعیت روند اطلاع رسانی و آزادی بیان را آسیب میزند. این نهاد حکومت را به بی‌پروایی در تأمین امنیت خبرنگاران متهم کرده و میگوید فرار خبرنگاران واهمه ای را در میان جامعه رسانه‌ای در کشور ایجاد کرده است. خبرهای اقتصادی پس از وقفه کوتاه. با ادامه خبرها خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت میگوید در سال روان 300 کارخانه تولیدی به فعالیت آغاز کرده و در سال پیش رو 2 میلیارد دلار برای صادرات کشور هدف تعیین شده است. وزارت اقتصاد نیز می‌افزاید که در سال روان ویروس کووید 19 تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته و در سال آینده میزان رشد اقتصادی
2.5% هدف تعیین شده است. این روزها برنامه حسابدهی دولت به ملت جریان دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید میزان مصرف بودجه توسعه این وزارت 85% بوده و همچنان برای سال آینده هدف صادرات کالاهای افغانستان 2 میلیارد دلار تعیین شده است. مال با تمام تجار که به بیرون از افغانستان رفتم، سرمایه خود بردم، با اونا با مذاکره ایم، با دید باز دیدیم از که بتانیم اونا را پس جذب کنیم که کمک ها امو پیسی خور بیارن به افغانستان و ما یک بستر مناسب ببری تجار و سرمایه گذار خود به افغانستان. هرچند صنعتکاران بارها گفتند که تنها در ماهای پسین 200 کارخانه تولیدی از فعالیت باز مانده است، اما وزیر صنعت و تجارت می‌افزاید در سال روان 300 کارخانه تولیدی به فعالیت آغاز کرده و گفتگوها برای بازگرداندن سرمایه‌های بیرون شده از افغانستان جریان دارد. وزیر صنعت و تجارت همچنان تاکید میکند که روند صدور جواز کارخانه های تولیدی نیز آنلاین میشود. هنوز افتتاح نشده. 20 سال ما برای از اونا اجازه دادیم کنا ماشینالات و مواد خام برای فابریکاتی که کار میکنه آوردیم و 300 فابریک برای تازه آمده کار هنوز افتتاحی از اون نشده. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید در سال آینده میزان رشد اقتصاد کشور 2.5% است و نیز میزان رشد نفوس کشور 600 هزار تن پیش بینی شده است. همچنان تفاوت واردات و صادرات افغانستان 8 برابر است. در شهرها در حدود 4% و در میان کوچی ها 3% افزایش یافته که دلیل آن قیود و قرنطینه در جریان سال جاری بوده است. هنوز هم کشور عزیز ما وابسته به واردات کالاهای خارجی بوده و یک اقتصاد به شدت مصرفی را تجربه می کند که حجم واردات ما تقریبا 8 برابر حجم صادرات ما می باشد. بنابر داده های وزارت اقتصاد هم اکنون بیشتر از 2000 مؤسسه عملا در کشور کار میکنند که از این میان بیشتر از 200 مؤسسه آن خارجی است و 85 میلیون دلار بودجه این مؤسسه هاست. به دلیل تأخیر در تعدیل و بازنگری قراردادهای وزارت معادن، شرکت‌های معدنکار زیان‌های هنگفت مالی را متقبل شدند. شماری از پیمانکاران شرکت‌های معدنکار می‌گویند از 5 سال بدین سو قراردادهای معادن به منظور بازنگری در این وزارت باقی مانده که در این مدت آنان تا 10 میلیون دلار زیانمند شدند. اما مسئولان وزارت معادن بازنگری قراردادهای معادن را به سود شرکت‌های معدنکار می‌داند. بر بنیاد آمارهای وزارت معادن در حال حاضر 60 قرارداد استخراج معادن کوچک و بزرگ در هنگام تعدیل قانون معادن به منظور حل چالش‌های بنیادی به بازنگری رفته است که در این میان 18 قرارداد سنگ مرمر، 4 قرارداد نمک، 25 قرارداد سنگ تالک و 6 قرارداد معادن کرومایت می باشد و تا اکنون تنها دشواری استخراج معادن کرومایت حل شده است. شرکت‌های پیمانکار معادن می‌گویند برخی از قراردادهای آنان که از 5 سال پیش به بازنگری رفته است تا اکنون به دلیل حل نشدن دشواری ها قراردادشان معلق مانده و تا حالا بیشتر از 10 میلیون دلار آسیب دیدند. چند فابریکی سنگ های ساختمانی ما که فعالیت داشتن اونا فعلا اکثرتش استاد است، از فعالیت باز مانده، فقط به نسبت مشکلات قوانین استخراج از معادن بوده. مرمر و تلک وقتی که امی معدنه و قراردادها بند شده زیاد متضرر شده. دیگه به می خاطر ما امیدوار هستیم که علی هم ما پیشنهاد کردیم به شورای عالی اقتصادی که به زودترین فرصت قراردادها صورت بگیره. علی قانون معدن تقریبا نهایی هستند و در امی ارتباط باید وزارت معدن قراردادهای باید انجام بدن. اگر قرارداد صورت نگیرن هم ما متضرر میشیم هم دولت. اما مسئولان وزارت معدن و پترولیم دلیل متوقف شدن پروژه های استخراج سنگ را در چند سال پسین پایین بودن ظرفیت کاری شرکت های پیمانکار سنگ مرمر میدانند. تنظیم طوری هست که شرکت های قراردادی باید تثبیت کنند که و تعهد بتن و ثابت بکنند که به قرارداد به وزارت معدن و پترولیم پیش قرارداد خود پیش برده میتونن و همچنان وسایل و امکاناتی که استفاده میکنن بسیار باید منظم باشه، مدرن باشه. گفتنی از همکنون نزدیک به 35 گونه سنگ با 40 رنگ در 60 معدن مرمر کشور وجود دارد که بر بنیاد آمارها در مجموع 9 بیلیون تن سنگ مرمر به ارزش 150 میلیارد دلار در سراسر افغانستان تخمین شده است. پس از رفت و برگشت کوتاه، تازه های جهان.
دوباره خوش آمدید اکنون تازه ترین های جهان. شهروندان پرتغال در شرایط همگیری ویروس کرونا امروز برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای رفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پرتغال افزایش یافت، اما حکومت با طرح تعویق برگزاری انتخابات موافقت نکرد. پیش بینی ها نشان می دهد که مارسلو ریبیلو سوسا رئیس جمهوری کنونی پرتغال ممکن است پیروز انتخابات شود. اعتراض های ضد حکومتی هواداران الکس ناولنی، رهبر مخالفان رئیس جمهوری روسیه، امروز نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اعتراض ها که در واکنش به زندانی شدن آقای ناولنی دیروز آغاز شد، سبب درگیری میان معترضان و پلیس نیز شده است. پلیس روسیه دیروز بیش از 3000 معترض را در سراسر آن کشور بازداشت کرد. نیروهای امداد در چین 11 معدنکاری را که دو هفته در یک معدن طلا گیر مانده بودند امروز نجات دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 20 معدنکار در معدن طلای هوشان واقع در منطقه کیژیا پس از یک انفجار در معدن گیر افتادند. نیروهای امداد گفتند که تا اکنون 10 معدنکار دیگر همچنان گیر ماندند و تلاش ها برای نجات آنان ادامه دارد. و در اوج تنش‌ها میان امریکا و چین، یک گروه از کشتی‌های جنگی امریکا وارد دریای جنوبی شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش امریکا اعلام کرده است که کشتی یو اس روزولت این گروه را رهبری می‌کند. در همین حال تایوان اعلام کرده است که 8 جنگنده چینی وارد حریم فضایی آن کشور شده است. امریکا از چین خواسته است تا دست از اعمال فشار بر تایوان بردارد. و پایان این برنامه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. وقت بخیر.